اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره یوسف آیه 34 می فرمان که پروردگارش درخواست او را مستجاب کرد و او را از مکر و حیله زنان مسون داشت. در حقیقت او شنوای داناست. سپس با آنکه نشانه‌هایی دال بر پاک دامنی یوسف مشاهده کردند، چنین تصمیم گرفتند که او را تا مدتی زندانی کنند و همراه یوسف دو نفر جوان دیگر نیز وارد زندان شدند. روزی یکی از آنها گفت: من در خواب دیدم که شیره انگور برای شراب می گیرم. و دیگری گفت: من دیدم که طبقی نان بالای سرم می برم و پرندگان هوا از آن می خورند. یوسف، ما را از تعبیر آن آگاه کن که تو را از نیکوکاران می بینیم. یوسف گفت: پیش از آن که غذایتان را بیاورند و آن را بخورید، شما را از تعبیر خوابتان آگاه می کنم. این علمی است که پروردگار من برای من آموخته است، به خاطر این که من آیین جماعتی را که بر خدا ایمان ندارند و به آخرتشان کافرند ترک کرده اند و من از آیین نیاکان خود ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی می کنم. در آیین ما حق نداریم و مجاز نیستیم چیزی را با خدا شریک قرار دهیم و کسی را در امور خلقت مؤثر بدانیم. این از فضل و رحمت خدا بر ما و بر مردم است، ولی اکثر مردم شکرگزار نیستند. ای دوستان زندانی من، آیا اربابان متفرق و متعدد مانند بت‌ها و فراعنه بهترند یا خدای واحد و بی همتای توانا؟ آنچه غیر از خدا می پرستید تعدادی اسامی بی معنی است که خودتان و پدرانتان نامگذاری کرده اید و خدا هیچ گونه دلیل و حجتی بر پرستش آنها نفرستاده و حکم پرستش تنها مخصوص خداست و امر فرموده که جز او را نپرستید. این است دین محکم و استوار، ولی اکثر مردم این حقایق را نمی دانند. آیه یوسف بعد از آن که آن دو جوان را به دین یکتا پرستی دعوت نمود گفت: اما ای دوستان زندانی من، یکی از شما از زندان آزاد شده و ارباب خود را شراب می دهد و اما دیگری به دار مجازات آویخته می شود و پرندگان از مغز سر او می خورند. جوان دومی گفت: این درست نیست. یوسف گفت: به هر حال در مورد کاری که از من سؤال کردید تقدیر چنین است. یوسف به آن جوانی که فکر می کرد آزاد خواهد شد گفت: پیش اربابت از من شفاعت کن و شیطان ذکر پروردگارش را از یاد او برد و او چند سالی در زندان بماند. حالا اینجای قضیه است که تفاوت بین ترجمه آقای کاویانپور با کسان دیگه، مترجمین دیگه. در یک چند سال پیش هم آقای قمشه‌ای، همین پسر آقای الهی قمشه‌ای،
ایشون هم همین رو داشتن که شیطان ذکر پروردگار یعنی یاد خداوندشو از ذهن حضرت یوسف برد که رو به سوی بندگان خدا کرد. توجه میکنید که شما برو از من شفاعت کن که پادشاه از من بگذره، و این که یک پیامبر پروردگارش رو فراموش کرد و اون انرژی های منفی به اون وصل شد، 7 سال ایشون موند که باز دوباره این نیروها ازش قطع بشه و وصل کامل به پروردگار بشه که خودشون اقدام کنن. توجه می فرمایید؟ چون اونهای دیگه میگن نه، مثلا شیطان چه میدونم اون آدم رو از ذهنش برد. آره، به خاطر اینکه اگر حضرت یوسف از خود خدا درخواست میکرد، اصلا ذکر رو برای چی گذاشتن؟ شماها، شمایی که صدای من رو میشنوید، شماها که اعجاز خدا رو دیدید، شمایی که با خوندن قرآن وضعیتتون درست شد، با گفتن ذکر حالتون خوب شد، اعجاز براتون شد، چه دلیلی داره مثلا شما 1000 تا نام الله رو میبرید، 2000 تا نام الله رو میبرید، وضعیت شما از طریق دیگه خوب میشه؟ برای اینکه شما وقتی ارتباط برقرار با انرژی خداوند میکنید، خداوند دیگران رو در خدمت شما در میاره، یعنی یک ارتباط مستقیم با ارتعاشات وجودی خودتون خداوند میگیره، چون انرژی خدا درون بشره. شما میتونید این پریز رو وصل کنید، مثل در چند تا از جلسات قبل گفتم، مثل یک پایگاه برق میمونه که جنراتور قوی داشته باشه و اصلی، و ما بقیه هم خونه ها که پریز رو وصل میکنن که اون دستگاه کار کنه، وصل میشه به اون پایگاه اصلی. قضیه بشر هم همینطوره، زمانی که با ذکر، عمل نیک، افکار نیک، توسل به پروردگار، فقط توسل به پروردگار و ذکرها، شما این کارها رو انجام میدید، انرژی های شما مستقیم به خود خدا وصل میشه و خود خدا بر مبنای نیازی که دارید بشر رو در خدمت شما در میاره. مثل یک ربات، مثل یک رباتی که ارتباطاتش فقط با اون انرژی اصلیه، حالا اون انرژی برق یا مشابه برق تفاوتی نمیکنه. توجه فرمودید؟ و به همین علتی که حضرت یعقوب بچه‌شو به دست خدا نسپارد و این سالها فاصله افتاد، و اینکه حضرت یوسف از خود خدا نخواست که یا رب العالمین، خب چطور بعد از 7 سال یه چنین خوابی رو دیدن و این آدم یادش افتاد که یوسف در زندانه و یه چنین چیزی ازش خواسته، گفت خب باشه من میرم سوال میکنم، من میدونم ایشون مثلا تعبیر خوابش بدون چیزه، بدون شک همه چی واقعیت رو میگه. توجه فرمودید؟ چون که یوسف انرژی هاش همه تبدیل شد، جذب خداوند شد، و این فاصله های زمانی که بین خواسته های بشر میفته همه به علت عدم گیرندگی از انرژی خداونده. توجه میفرمایید؟ حالا ممکنه بعضیا بگن وافا خب اصلا چه میدونم میری فلان جا فلان چیز نخر، فلان چیز رو نخر، بگو خدا بیاره، بگو خدا. نه، این نیست، این مسخره بازیایی که شما حرف میزنید و این چیزا نیست. شما میتونید یک بار خداوند آزمایش کنید و راه ها رو پیش پای شما باز میکنه، افراد رو پیش شما میاره، کارها انجام میده. با این چشمای کوچیکم خیلی چیزهای بزرگ، اتفاقات بزرگ در زندگی دیگران دیدم و گفتن. چه کسانی بودن که پولها رو خورده بودن رفته بودن از یه کشور دیگه، بعد شخص به من میگه چطور ممکنه، ما حتی وکیل گرفتیم نتونستیم پیداش کنیم، چطور شما میگی ذکر بگو قرآن بخون این آدم میاره؟ و به این آدم ها ثابت شد. چرا؟ چون زمان که ذکرار گفتن، خدایی که با اون آدم هست این گیرندگی رو گرفت.
و به قلب اون آدم انداخت که با اینا تماس بگیر و پولشون رو برگردون، یا تو فشارهایی قرار دادن که این آدم تماس گرفت. اینا چیزهای فوق قدرت بشره. فوق قدرت بشر یعنی انرژی خدا، توجه فرمودید. پس بر این مبناست که جا به جای قرآن خداوند می فرماد به غیر از منو نخون، هرچی که می خواهی از من بخواه که من به بهتری نه بهتون می دم. خود خدا در قرآن اینجور می فرماد، توجه فرمودید. نه حساب این که این پیامبر بهتر و یکی بدتر، این امام اینه. بابا هر امامی اومد، هر پیامبری اومد، هر کی اومد گفت به غیر از خدا رو نخون. اگر حضرت علی گفته بیا توسل به من بگیری، تهمتیه که به ایشون میزنن. پیامبر گفته بیا منو صدا کن، تهمتیه که میزنن. اینا از واقعا بی ایمانی آخوندا و واعظین به قول خودشون. این نیست. تنها چیزی که رابط هست بین بشر و خداوند همین کتابش و حروف هاست، حرفها، ذکرها، صوتها. چون خود بشرم صوته، کره زمین صوته، هر چیز به وجود اومده از صوته. شما یه تخت که میبینی، یه مبل میبینی، یه شیشه میبینی، اینا همه تجمعات انرژیه. هوا رو که میبینی تردد انرژیه، اینا همه تجزیه شده به این صورت شده. و بهتره که بشر ببین، در یه آیاتی هم هست که میفرمان که خداوند خودشناسی رو از بشر میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که بشر خودش رو نمیشناسه که دارای چه قدرت هایی هست و میتونه ارتباط با خداوند داشته باشه و بهترین ها رو دریافت کنه. توجه میفرمایین؟ خب میفرمان که حضرت یوسف میگه از من سوال کردی، تقدیر چنین بود که یوسف و آن جوانی که فکر میکرد آزاد خواهد شد گفت پیش اربابت من شفاعت کن که شیطان ذکر پروردگارش رو از یاد او برد و او چند سالی به همین دلیل تو زندان موند. و روزی شاه گفت من در خواب دیدم که 7 گاو چاق را 7 گاو لاغر می‌خورند و 7 سنبل سبز و 7 سنبل خشک را به خواب دیدم. ای بزرگان و علمای دربار، خواب مرا تعبیر کنید اگر شما واقعا تعبیر کننده هستید. و گفتند خواب آشفته است و ما بر تعبیر خوابهای آشفته واقف نیستیم. از آن دو جوان آن که نجات یافته بود یوسف را به خاطر آورد و گفت من شما را از تعبیر آن آگاه می کنم. پس مرا به زندان بفرستید. اگر گفت یوسف ای دوست راستگوی من، ما را در باره 7 گاو چاق که 7 گاو لاغر آنها را می‌خورند و نیز درباره 7 سنبل سبز و 7 سنبل خشک آگاه کن تا آنکه به سوی مردم بازگردم و آنها را آگاه کنم تا بدانند. یوسف گفت 7 سال پیاپی بکارید، هر چه درو می کنید با سنبلش نگه دارید و تنها مقدار کمی از آن بخورید. سپس بعد از 7 سال قحطی می آید، هر چه قبلا نگاه داشته اید بخورید و فقط مقدار کمی نگه دارید. بعد از آن سالی می رسد که در آن مردم به آسایش و وفور نعمت می رسند. شاه گفت او را نزد من بیاورید. وقتی که مأمور نزد یوسف آمد، یوسف گفت پیش اربابت برگرد و از او بپرس چرا مرا زندانی کردند؟ برای چه آن زنان دستشان را بریدند؟ در حقیقت پروردگار من به مکر و حیله آنان آگاه است.